که میزان مرگ و میر ناشی از کرونا و میزان ابتلای به کرونا در ایران همچنان رکورددار است و بالا بودن آمار در ایران همچنان حاکی از وخیم‌تر بودن شرایط بیماری نسبت به ماه‌های اولیه شیوع کرونا در ایران است، سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به جهش ویروس کرونا در ماه‌های اخیر اظهار داشت این ویروس به علت جهش و تغییرات در آن در سرعت انتشار و گرفتار کردن جمعیت بیشتر سرعت عمل بیشتری پیدا کرده است. وی این وضعیت را زنگ خطری برای کشور دانست و بر ضرورت رعایت فاصله گذاری، حذف مسافرت‌ها و استفاده از ماسک تاکید کرد. وی همچنین به محدودیت رفت آمد در 5 شهر در ایران اشاره کرد و اظهار داشت در شهرهای تهران، مشهد، کرج، اصفهان و ارومیه در روزهای پایانی ماه منع عبور و مرور و محدودیت رفت آمد اعلام شده است. وی ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند با اعمال محدودیت و کاهش ترددها در این 5 شهر در کاهش شیوع بیماری مؤثر باشد. این در حالی است که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر با اشاره به اینکه تمام استانهای کشور یا در وضعیت قرمز و یا در وضعیت هشدار به سر میبرند از فوت 279 نفر طی 24 ساعت گذشته در ایران خبر داده و گفته است بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی بیش از 4800 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که بیش از 2200 نفر از آنها به دلیل وخیم بودن وضعیتشان در بیمارستان بستری شدند. این آمار در حالی اعلام می شود که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت روز چهارشنبه با بیان اینکه تعداد مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا تنها بر اساس نتیجه مثبت تست PCR آنها اعلام می شود این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که بسیاری از افراد ناقل هستند اما به علت عدم انجام تست PCR ناقل بودن و ابتلای آنها مشخص نمی شود. وی همچنین با اشاره به اینکه قبل از شیوع کرونا میزان فوتی‌های روزانه در ایران بین 1000 تا 1050 فوتی بوده است اظهار داشت بر اساس آمار اعلام شده نمیتوان این تصور را داشت که تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا اندک است. حریرچی همچنین با بیان این موضوع که مرگ و میرها بر اساس تست PCR مثبت اعلام می شود و کسانی که تست ندادند جزء آمار هم محاسبه نمی شوند یادآور شد میزان این آمار را بسته به شرایط استان باید بین 2 تا 2.2% افزایش داد. این اظهارات حریرچی در حالی عنوان می شود که از ابتدای شیوع کرونا در ایران ناظران و کارشناسان بارها نسبت به غیر واقعی بودن آمار هشدار داده و تاکید کردند که آمار رسمی اعلام شده توسط دولت واقعی نیست و میزان مرگ و میرها و تعداد مبتلایان ده‌ها برابر بیش از مقدار اعلامی توسط وزارت بهداشت است. ضمن اینکه اقدام به محدودیت تردد را دولت بایستی در ماه‌های نخست شیوع بیماری که امکان کنترل بیماری و در کنار آن غربالگری بیماران وجود داشت انجام میداد، نه در شرایطی که بیماری در تمام کشور به شدت منتشر شده و تقریبا هیچ نقطه سلامتی در کشور وجود ندارد. در حالی که بسیاری از داروها در داخل کشور نایاب و کمیاب هستند و با قیمت‌های گزاف به دست مصرف کننده ها میرسد، برخی اخبار حاکی از قاچاق سازمان یافته دارو به کشور عراق هستند. این اخبار پس از آن منتشر شده است که دستگاه اطلاعاتی عراق از کشف و خنثی‌سازی بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور خبر داده است. بر اساس گزارش دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق، یک محموله قاچاق شامل 100,000 قلم دارو که از طریق 19 کامیون وارد عراق شده، کشف و مصادره شده است. بر اساس بیانیه‌ای که توسط ارتش عراق منتشر شده است، ارزش تعرفه گمرکی محموله کشف شده 100,000 دلار برآورد شده است. حجم بالای این قاچاق و نیز با توجه به محدودیت توزیع دارو در ایران این گمانه را تقویت کرده است که شبکه سازمان یافته قاچاق دارو در ایران شکل گرفته است. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و داروی ایران دلیل قاچاق دارو از کشور را قیمت پایین آن در ایران
و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه عنوان کرده و تأکید کرده است به علت افت ارزش ریال میزان قاچاق دارو نسبت به قبل افزایش یافته است. وی همچنین گفته قاچاقچیان از این اقدام و با سوء استفاده از این فرصت‌ها سود کلانی از طریق خروج دارو از ایران به دست می‌آورند. این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که امکان دسترسی قاچاقچیان به چنین حجمی از دارو بدون آنکه ارتباط سازمان یافته‌ای بین قاچاقچیان و شبکه‌های دولتی توزیع دارو در ایران وجود داشته باشد تقریباً صفر است و بدون ارتباط سیستماتیک با شبکه توزیع دارو که در اختیار وزارت بهداشت است، امکان دسترسی به چنین حجمی از دارو به شکل قاچاق برای قاچاقچیان امکان پذیر نیست. تخصص دارویی وزیر بهداشت و راندهای دارویی گسترده‌ای که سعید نمکی به عنوان یک داروساز در اختیار دارد، در کنار شایعاتی نظیر دست داشتن وی در شبکه‌های واردات دارو، این شایعه را در شبکه غیررسمی دامن زده است که ممکن است خود وی یا گروه‌های دارویی نزدیک به وی نیز در این اقدامات غیرقانونی و توسعه چنین شبکه‌های سازمان یافته‌ای دست داشته باشند. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر در اظهاراتی کنایه‌آمیز با اشاره به اینکه یک حکومت باید بداند که چه موقع صلح کند و چه موقع جنگ، به صلح‌های پیامبر و امام حسن اشاره کرد و این صلح‌ها را نمونه‌هایی از پیروزی‌های اسلام در مقابل پیروزی‌های دانست که از طریق جنگ به دست آمده است. وی تأکید کرد باید به موقع ایستاد و جنگید و به موقع هم باید صلح کرد. روحانی در بخشی از اظهاراتش با اشاره به روزهای اخیر، ضمن اینکه از مردم خواست تا همه دستورات بهداشتی را مراعات کنند، به تلاش‌های دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دوران کرونا اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در این ایام تلاش زیادی کرده تا تماس‌های حضوری را به تماس دیجیتالی تبدیل کند، از اقدام دولت برای جابجایی مدارک و حذف کپی‌های کاغذی گفت و آن را اقدامی برای دیجیتال شدن سیستم اداری دانست. او همچنین توسعه سامانه جامعه تجارت را اقدام دیگر دولت برای کنترل فساد تجاری در کشور دانست. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در هفته آینده اشاره کرد و با بیان این موضوع که این تحریم‌ها هفته بعد لغو خواهد شد، به جنگ 40 ساله ایران بر سر موضوع تجارت تسلیحات در 4 سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت عدم موفقیت آمریکا در این مبارزه به خاطر موفقیت دیپلمات‌های ایرانی است که مانع از موفقیت آمریکا شد. وی رفع تحریم تسلیحاتی را یکی از دستاوردهای برجام دانست و اظهار داشت یکی از این دستاوردها این بوده که از روز یک شنبه جمهوری اسلامی میتواند از هر کسی که میخواهد اسلحه بخرد و به هر کسی که میخواهد اسلحه بفروشد. اظهارات حسن روحانی در خصوص رفع محدودیت از خرید و فروش اسلحه مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است و بسیاری از ناظران با اشاره به اینکه بهتر است رئیس جمهوری به جای برنامه ریزی برای خرید و فروش اسلحه روی خرید و فروش نان برای مردم برنامه ریزی کند تأکید کردند مردم فعلا برای تأمین مایحتاج روزانه خود مشکل دارند و در چنین شرایطی صحبت از خرید و فروش اسلحه دردی از مردم دوا نمی‌کند. ضمن اینکه به گفته برخی تحلیلگران بر فرض اینکه این خرید و فروش برای جمهوری اسلامی اهمیت هم داشته باشد، با توجه به محدودیت تجارت بازرگانی که در همه حوزه‌ها برای جمهوری اسلامی وجود دارد، خرید و فروش اسلحه هم حتی اگر آزاد شده باشد، به این دلیل که امکان تجارت بین المللی برای جمهوری اسلامی وجود ندارد، امکان تحقق نخواهد داشت و جمهوری اسلامی با وجود آزاد شدن تجارت اسلحه به دلیل ممنوعیت نقل و انتقال پول برای جمهوری اسلامی از این فرصت برای خرید و فروش نمیتواند استفاده کند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به شکست آمریکا در ایران، عراق و سوریه اشاره کرد و آن را نشانه ناتوانی دولت آمریکا در شکست دادن این ملت‌ها عنوان کرد.
اظهارات رئیس جمهوری در این خصوص در حالی عنوان می شود که این ملت ها به ویژه در ایران و سوریه به خاطر مقاومت های کاذب خود در مقابل آمریکا دچار سنگین ترین خسارت ها شدند و ویرانی های به بار آمده در سوریه و یا ایران به گفته بسیاری از تحلیلگران تا سالها قابل رفع نخواهد بود و آنچه که رئیس جمهوری ایران آن را شکست آمریکا در سوریه و ایران و پیروزی ملت ایران و سوریه می نامد نابودی اقتصادی و سیاسی در این کشورها و تأخیر روند توسعه برای دهه‌های طولانی در این کشورهاست. همان گونه که پیش بینی میشد، اظهارات حسن روحانی در خصوص انتخاب صلح توسط امام حسن که در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه مورد تاکید قرار گرفت، با واکنش گروه‌های محافظه‌کار در ایران مواجه شد و حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه یک روز پس از انتشار اظهارات حسن روحانی در این خصوص در اعتراض به این اظهارات آنها را تحریف تاریخ خواند و اظهار داشت حسن روحانی این روایات نادرست را هم در راستا با رفتار دولت مطرح می کند و در تلاش است تا از این تحریف ها برای اقناع افکار عمومی در راستای اهداف و اعمال دولت استفاده کند. شریعت مداری با اشاره به اینکه خسارت‌های برجام با تحریف صلح امام حسن قابل جبران نیست، خاطر نشان کرد که بحث‌ها درباره صلح امام حسن مربوط به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای است. وی همچنین صلح امام حسن را دارای دو وجه خواند و اظهار داشت ممکن است صلح امام حسن برای امام حسن تدبیری شجاعانه و صلح و نرمش قهرمانانه محسوب شود، اما برای کسانی که در اطراف امام بودند خیانت و ننگ ابدی است. این اظهارات شریعت مداری در حالی عنوان می شود که خود خامنه ای بود که تعبیر نرمش قهرمانانه را به کار برد و با توجیه این موضوع که اقدام جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا نوعی نرمش قهرمانانه است که در راستای اهداف بالاتری انجام می شود بر ضرورت این صلح تاکید کرد. شریعت مداری در ادامه اظهاراتش رویکرد روحانی و اصلاح طلبان برای سازش با آمریکا به عنوان راه رونق اقتصاد کشور را خطایی خسارت بار دانست و اظهار داشت این خسارت با تحریف صلح امام حسن جبران نخواهد شد. شریعت مداری با اشاره به اینکه انتظار مردم از رئیس جمهوری این است که برای حل مشکلات مردم تلاش کند، خاطر نشان کرد که آنچه که مردم را برای مذاکره با آمریکا متقاعد کرد، سیاه نمایی از وضعیت کشور و همچنین تأکید دولت بر خزانه خالی بود. شریعت مداری همچنین با کنایه به اظهارات حسن روحانی در خصوص به حرکت درآمدن چرخ تولید و افزایش درآمد مردم اظهار داشت مهمترین برنامه برجام برداشتن سایه جنگ از کشور و رونق اقتصادی بود که دولت روحانی در آن موفق نشده است. شریعت مداری در ادامه بدون آنکه به گشایش اقتصادی و گسترش روابط تجاری چشمگیر پس از برجام طی 2 سال پس از برجام اشاره کند، تورم و گرانی امروز ایران را با وضعیت گرانی و تورم 8 سال قبل مقایسه کرد و اظهار داشت قیمت‌ها از خودرو گرفته تا ارز و طلا به شکل سرسام‌آوری نسبت به قبل از برجام افزایش یافته است. این در حالی است که بلافاصله پس از برجام علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم در همه زمینه‌ها من جمله خودرو، طلا و ارز گشایش چشمگیری در وضعیت زندگی مردم ایجاد شده بود که به راحتی قابل چشم پوشی نیست. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی اعلام کرد ایران مدعی است که سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد. سپس با برنامه هسته‌ایش جهان را تهدید می‌کند. تمام ملت‌ها باید اخاذی ایران را رد کنند. وی افزود آمریکا هیچگاه به کشور اول حامی تروریسم اجازه نخواهد داد که خطرناک‌ترین سلاح جهان را داشته باشد. و بله، ما می‌توانیم از آن ممانعت کنیم و می‌توانیم. به دنبال انتشار این موازه، سازمان انرژی اتمی ایران در توییتی نوشت دانشمندان صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
گوش به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی آماده مقابله با زورگویی و یکجانبه گرایی دولت ایالات متحده آمریکا در موضوع استفاده از انرژی هسته‌ای هستند. در این پیام آمده آینده نگری در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اصل راهبردی برای نظام اسلامی ایران است و قدرت هسته‌ای برای همیشه در تسلط ملت ایران خواهد بود. این در حالی است که با قبول برجام امکان بمب‌سازی ایران در حد صفر است و در این حال سیاست غنی‌سازی ایران همچنان خسارت اقتصادی بزرگی را برای ایران به ارمغان آورده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت دولت عملاً گفت که تا 3 هفته آینده تا برگزاری انتخابات آمریکا فشارها بر ایران افزایش می‌یابد و در این حال عملاً از مسئولیت تنظیم بازار ارز و طلا شانه خالی کرد و ریسک بازار را بر عهده مردم گذاشت. وی گفت تلاش می‌کنیم وضعیت موجود را به ثبات برسانیم. شرایط پیچیده و در حال تغییر است. 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ما مسدود شده و حتی کشورهایی که با ما روابط خوبی دارند با فشار آمریکا نمی‌توانند با ما همکاری کنند. وی افزود البته اکنون روزهای آخر رئیس جمهوری فعلی آمریکاست و قابل پیش بینی است که فشارها را بیشتر کند. وی گفت که در 3 هفته آینده فشارها به ایران بیشتر خواهد شد و ما به مردم گفته و می‌گوییم ریسک بازار ارز بسیار بالاست و ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد. وی همچنین با توجه به سفرش به عراق گفت یکی از کارهای مهم ما مذاکره با کشورهایی بود که پولهای ما در آنجاست. او گفت در عراق مذاکراتی انجام دادیم تا بتوانیم از منابع خود که بیش از 5 میلیارد است استفاده کنیم. لازم به ذکر است که در حال حاضر با تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، حدود 45 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده است. چین با 20 میلیارد دلار، هند با 7 میلیارد دلار، کره جنوبی با 6 میلیارد دلار، عراق با 5 میلیارد دلار و ژاپن با 1.5 میلیارد دلار کشورهای بدهکار به ایران به حساب می‌آیند. این در حالی است که تلاش‌های حکومت برای آزادسازی این منابع افزایش یافته است. در این میان موضع‌گیری همتی نشان می‌دهد که سیاست حواله کردن امور به قضا و قدر و شانه خالی کردن از بار مسئولیت اکنون به سیاست عام مسئولین ایرانی در آمده و هیچ کدام نیز حاضر نشدند که در ازای ناتوانی در انجام مسئولیت خود استعفا دهند. دبیر سابق هیئت عالی گزینش کشور در سخنانی در روز چهارشنبه مشروعیت امر گزینش در کشور را زیر سوال برد. وی با اشاره به دوره حضورش در هیئت عالی گزینش کشور گفت من مطمئنم گزینشی که ما درست کرده ایم نامشروع است و با موازین فقهی ثابت می کنم که نامشروع است. وی افزود کسی که کاربلد است و انسان پاکی است و می خواهد خدمت کند تو به او می گویی ریش می تراشی و آستین کوتاه می آیی؟ در 88 طرف چه کسی بودی؟ شما یک میزان فقهی به این شکل نشان من بدهید. امیرالمومنین در عهدنامه مالک میگوید اگر میخواهی کسی را سر کار بیاوری نماز و روزه و ولایت من علی را از او نپرس. ببین کار را بلد است و پاک دست و پاک دامن است کافی است. نقویان گفت در حقوق شهروندی همه مساوی هستند و افسود گزینش ها با چه مبنایی ثابت کردند و با چه مبنایی عمل میکنند؟ این همه آدم را دور کرده ایم و غربی ها روی هوا زدند. وی به عنوان مثال از قول معاون بانک مرکزی گفت که شخصی را رد کردیم به دلیل اینکه عکسی در خارج از کشور از او دیده بودیم. ولی چند ماه بعد یکی از بانک‌های معتبر انگلیس او را جذب کرد و الان رئیس آن بانک است. وی گفت میگوییم سیستم اداری ما چرا تنبل و ناکارآمد است. ما اولین شرط کارآمدی که خدمت به مردم است را به او یاد نداده ایم و میگوییم آستینت کوتاه نباشد. وی با اشاره به مطالبی که در خصوص دو تابعیتی بودن افراد مطرح می شود گفت پروفسور سمیعی چند تابعیت دارد که الان بزرگترین بیمارستان مغز را دارد می سازد. وی گفت
اگر کسی را ندارید که کشاورزی کشور را درست کند، دو تابعیتی بیاورید. اگر کسی را ندارید که صنعت کشور را درست کند، سه تابعیتی بیاورید. اگر نمی توانید اقتصاد را درست کنید، پنج تابعیتی بیاورید. مگر هر دو تابعیتی جاسوس است؟ مگر هر دو تابعیتی خائن به این مملکت است؟ وی در پایان تأکید کرد اگر مسئولین به جان هم افتادند، سود خالص آن به جیب دشمن و دود سیاه آن به چشم این ملت می رود. وی افزود خیلی دلمان پر است، چون دلمان می سوزد. این انقلاب با خونهای مقدسی به اینجا رسیده و انسانهای پاکی برای آن تلاش کردند و نفسهای پاکی پای این نخل کشیده شد تا به اینجا رسید و عده‌ای با ناتوانی و بی‌تدبیری همه چیز را برباد می دهند. به نظر می رسد که فرم گرایی مبتذل جریان اصولگرا و حکومت در اهمیت دادن به قیافه و مواضع ظاهری افراد و بی توجهی به ماهیت کار و اقدام آنها به مهمترین عامل ناکارآمدی سیستم تبدیل گردیده، به گونه ای که دبیر سابق هیئت گزینش که خودش بر همین مبناها عمل می کرده است نیز از عدم مشروعیت امر گزینش در ایران سخن رانده است. هرچند که خود وی با همان مبنای فقهی گزینش را اداره می کرده که خود اکنون منتقد آن است و آنها را غیر شرعی می داند. ناکارآمدی امروزه مهمترین چالش نظام سیاسی ایران است. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حضور در مقابل دوربین شبکه NBC نیوز در میامی به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و عملکرد خود را در نخستین مناظره انتخاباتیش در مقابل جو بایدن خوب توصیف کرد. جو بایدن هم در مقابل ABC در فیلادلفیا حاضر شد تا به سوالات حاضرین در برنامه پرسش و پاسخ جواب دهد. رئیس جمهوری آمریکا حاضر نشد به سؤالی درباره واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت در صورت شکست پاسخ دهد و گفت که در برخی از حوزه‌های رأی‌گیری تخلفات گسترده‌ای رخ داده است. او گفت: می‌خواهم که انتخاباتی صادقانه داشته باشیم. هزاران برگه رأی که نام من در آنها نوشته شده به سطل زباله انداخته شده است. ترامپ که پیش از این هرگز به صورت صریح نژادپرستان آمریکایی را محکوم نکرده بود، در واکنش به سؤال مجری NBC درباره این تیف گفت: من سفید برتر پنداری را محکوم می کنم. من سالهاست سفید برتر پنداری را محکوم کردم. وی در دفاع از سیاست اقتصادی خود گفت که دولت او بیشتر از تمامی دولت‌های ما قبل خود اشتغال ایجاد کرده است. ترامپ گفت که شرکت‌ها در حال ورود به آمریکا هستند و دلیل بازگشت سریع اقتصاد آمریکا به وضعیت نرمال بعد از شیوع کرونا بنیان‌های اقتصادی محکمی است که او بنای آنها را گذاشته است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پیش از برگزاری مناظره اول تست کرونا داده یا خیر، پاسخ روشنی ارائه نداد و گفت که احتمالاً این کار را انجام داده است. ترامپ در پاسخ به اعمال محدودیت‌ها برای ورود پناهجویان از مرز جنوبی به آمریکا گفت: مکزیک از لحاظ شیوع ویروس کرونا وضعیت بسیار بدی دارد و ما نمی‌توانیم آنها را بپذیریم. وی افزود: بیشتر از هر رئیس جمهوری در آمریکا از حقوق سیاه‌پوستان آمریکایی حمایت کردم. ارتباط من با جامعه آفریقایی آمریکا بسیار عالی است و این به خاطر فعالیت‌هایی است که انجام دادم. همچنین جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، در انتقاد از سیاست خارجی ترامپ گفت که آمریکا بیش از هر زمان دیگری منزوی است. ایران به بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده، کره شمالی بیش از هر زمان دیگر موشک دارد، متحدان آمریکا به این کشور اعتماد ندارند و رئیس جمهوری آمریکا در تریبون‌های جهانی مورد تمسخر واقع می‌شود. وی افزود: سیاه‌پوستان آمریکایی تحت ریاست جمهوری من فضای عادلانه تری را تجربه خواهند کرد. بایدن در مورد بحران کرونا در آمریکا هم گفت: رئیس جمهوری مسئول اتخاذ اقدامات پیشگیرانه احتیاطی علیه کرونا است، اما ترامپ مسئولیتی در این باره نمیپذیرد. وی افزود: رفتارهای نامناسب ترامپ سبب افزایش موارد ابتلا به کرونا شده است. جو بایدن همچنین در پاسخ به انتقاد از طرح‌های مالیاتی خود گفت: قصد ندارم طرح کاهش مالیات را که رئیس جمهوری ترامپ آن را اجرایی کرده برای همه آمریکایی‌ها لغو کنم، اما مالیات‌های مربوط به 1% ثروتمند جامعه را افزایش می‌دهم.